و سیام روزه این هم جز اعمال باقی هست نماز حج صدقه اینکه غلامی را آزاد کنید دست مسکینی را بگیرید و جهاد و سلح اینکه خیشاوندی رشته خیشاوندی را برقرار کنید و جمیع انواع الحسنات تمام نیکی هایی را که شما انجام می دهید اینها جز اعمال باقی هستند هن الباقیات الصالحات اینها اون اعمال صالح و نیک شما هستند که باقی میمانند التی تبقی لاهلها فی الجنه برای اهل خودشان در بهشت باقی میمانند اینها تنها در دنیا نیستند اینها در بهشت اونجا باقی میمانند وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در بهش داخل می شود صدای کفش هایی را می شنود از جبرئیل امین علی نبی و علیه الصلاه و السلام می فرسد ای جبرئیل این صدای کفش که هست؟ جبرئیل می فرماید صدای کفش بلال رضی الله تعالی عنه هست یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در بهش قدم می زند یک جاریه کنیزه که میاد به استقبال رسول الله صلی الله علیه و سلم میپرسد این کنیزه کی هست از جبرائیل میپرسه جبرائیل میگه این کنیزکان فلان صحابی هستند اعمال ما هم در دنیا اعمال درست ما هستند و هم سرمایه آخرت ما و هم در بهشت باقی میمانند قال علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه می فرماید ارتحلت دنیا مدبره دنیا در حال رفتن هست داره میره پشتش به طرف ما هست جلوهش در حال رفتنه یعنی دنیا در حال رفتن هست و ما دنبال دنیا هستیم ارتحلت دنیا مدبرا دنیا کوچ کرده در حالی که پشت به ما کرده هست و داره میره و ارتحلت الاخره مقبلا و آخرت دارد می آید. یعنی دنیا میره آخرت به طرف ما می آید. دنیا از جهت می رود که ما عقب مانده ایم از دنیا دنیا در حال کوچ کردنه اما آخرت در حال آمدن هست چرا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این جمله را می ولی و واحده و لکل واحده منها بنون میگه هم دنیا فرزند داره هم آخرت فرزند داره فکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا شما از فرزندان آخرت باشید از فرزندان دنیا نباشید چون فرزندان دنیا در دنیا هستند فرزندان آخرت برای آخرت تلاش میکنند ف ان الیوم عمل ولا حساب امروز دروازه عمل برای شما بازه می توانید تلاوت کنید می توانید نماز بخوانید می توانید صدقه بدید می توانید مجاهدی را کمک کنید می توانید دست فقیر را بگیرید می توانید به ذکر رب العالمین مشغول بشید می توانید با نگاهتان پدر و مادر را خوشحال کنید اعمال خیر بسیار زیادی در دنیا وجود دارند که شما در دنیا می توانید اونها را انجام بدید فان الیوم عمل دروازه عمل جلوی شما امروز بازه ولا حساب اما حسابی نیست حساب همه این اعمال برای آخرت هست کجا هست؟ اول ما یحاسب یوم القیامه از اولین حساب هم روز قیامت بعد از ایمان از نمازه حساب اعمال در آخرت است اما محل انجام اعمال دنیا هست از اینجا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه می فرماید فکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا یعنی شما اعمال انجام بدید تا برای آخرتتان اونجا عملی داشته باشید و غدا حساب ولا عمل فردا یعنی بعد از مرگ فردای ما هست این فردای ما حساب ولا عمل اونجا حسابه اما عملی اونجا نیست ما در روایت داریم وقتی که میت را دفن میکنند و نکیر منکر برای سوال میآیند خورشید در حال غروب کردنه یعنی به گونه ای می شود اگر اون انسان نماز گذاری باشه میخواهد که نماز اصر را بخانه عجله می کند که نماز اصرش غذا نشود اون زمان نکیر و منکر بهش میگویند موقع نماز در دنیا بود اینجا محل نماز نیست دروازه عمل در دنیا بازه به محض اینکه روح از کالبد بدن ما بیرون رفت دروازه تمام اعمال ما بسته میشن مگر اینکه یک عمل جاریه داشته باشیم صدقه جاری داشته باشیم یک خصلت و سنت نیکی را در دنیا ما اجرا کرده باشیم که بعد از ما دیگر مسلمان ها اون را انجام میدهند و اون صدقه مثل یک رودخانی سوابش برای ما می آید. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هریره رضي الله تعالى عنه از حضرت رسول صلى الله عليه وسلم روایتی را ذکر میکنند این روایت در مورد کسی هست که ایمان در دلش نیست یعنی فقط فرزند دنیا هست فقط متعلق به دنیا هست زندگی خود را منحصر در دنیا کرده است به زینت دنیا مشغول شده و در فکر آخرت نبوده است در قلبش ایمان نیست وقتی ایمان نداره نماز ندارد وقتی ایمان نداره اعمال نیکی ندارد وقتی ایمان نداره هیچ عمل نیکش و حتی هیچ مدد و کمک و به صلاح معاونتش و کار خیرش روز قیامت وزنی نداره برای اینکه برای وزن اعمال در آخرت ایمان شرطه یعنی باید مسلمان باشه اگر مسلمان نیست هیچ عملش روز قیامت در میزان وزنی نداره در دنیا اگر عمل خیری انجام میده و مؤمن نیست خداوند مطال مکافاتش را بهش میدهد جزایش را در دنیا بهش میدهد مال و ثروت دنیا را زینت دنیا را در اختیارش میذاره و روز قیامت هیچ عملش وزنی ندارن اون عزرت میفرماید اینهو لیأت الرجل العظیم السمین روز قیامت یک انسان بزرگی را میارن کسی را که ما بزرگ میدانیم الان یک صاحب قدرتی بیاید گردن همه ما برایش کج می شود چون کار ما با اون گیره چی هست؟ گردن ما کجه این فلانی است این فلانی است این فلانی هست در حالی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اعمال دنیا را متعلق به دنیا میداند دو نفر به محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم می میآیند مسلمان بشوند برای اسلام خودشان شرط میگذارند میفرمایند ای رسول خدا ما مسلمان میشیم اما به شرط اینکه ما را مثلا حاکم فلان شهر قرار بدی ما را استاندار فلان سرزمین قرار بدی اون از رسول الله علیه و سلم می فرماید کسی که طلب قدرت داره ما بهش قدرت نمی دهی. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه به کسانی قدرت را می دهد که آنها از قدرت فرار می کنند. نه کسانی که تشنه قدرت هم. که بر مسئله قدرت قرار بگیرم و مثل یک زالوی بر رگ مسلمان ها بیفتن خون آنها را بمکن نه برای اینکه کسانی که به قدرت میرسند طبق تعلیم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم لازمه که اونها بی ارزشی این قدرت را بدانند این را بدانند که این قدرت بقایی نداره این قدرت لحظه ای هست این زینت دنیا هست برای همیشه نیست متعلق به دنیا هست از این قدرتی که در اختیار مسلمان قرار می روز قیامت که میپرسه كيف فرسان، إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هر كسي داري داره از أفرادك زير دست هستن از سؤال انه لَيَأْتِ الرجل العظیم اون اذرت میفرماید روز قیامت در میدان معشر زمان حساب و کتاب یک انسانی که به نگاه خودش در دنیا جایگاه بزرگی داره و عظیمه از سمین خیلی ظاهرا قوی هست اینا میارن یوم القیامه در میدان معشر روز قیامت میارن لا یزن عند الله جناح بعوضه در نزد الله تعالی به اندازه یک بال پشه هم وزن ندارد ظاهرش این خیلی قوی هست در دنیا جایگاه بزرگی داشته و بلندی داشته است. اما در نزد رب العالمین در ترازوی عدالت الله تعالی به اندازه یک بال پشه هم ارزش نداره میارن قارون را میارن نمرود را میارن دشمنان اسلام و ابو جل و ابو لهب را میارن دشمنان اسلام امروز را نمیدانم فلان قاتل و جنایتکار و خونخار را کسانی که صاحبان قدرتند و مسلمان ها را زمیرگیر کردن و گاهی ما میبینیم تصویرها را غایقه های پلاستیکی را به سلام میبینیم که جنازه ها مثل لاشه مرگ هایی که به سلام بر اونها آفتی آمده هست اینها روی هم انباشته هم از دریا میارم بیرون چندین نفر چندین صد نفر در یک قایقی خیال میکنن که فرنده هن اینها را شکار کردن الان جماوری کردن یا در سرزمین عراق چهار هزار نفر را چهار هزار نفر را از یک جا بیرون میارند این ظالمین بدانند که روز قیامت در مقابل این انسان این خونه پاک و مبره مسلمان باید جواب بدن و در میزان عدل الله تعالی به اندازه یک بال پشه هم وزن ندارند اینها باید در روز قیامت جوابگو باشند